تازه ترین تحقیقات درباره سویه اومیکرون و واکسن های کرونا. نتایج اولیه از تحقیقی که در آفریقای جنوبی انجام شده نشان می‌دهد سویه اومیکرون سطح آنتی‌بادی ایجاد شده پس از تزریق واکسن کرونا فایزر را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. با این حال، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده واکسن های موجود هنوز هم می‌توانند در برابر سویه اومیکرون اثر بخشی داشته باشند و از ابتلا به نوع شدید کرونا جلوگیری کنند. سازمان بهداشت جهانی همچنین گفته هنوز نشانه‌ای از اینکه سویه اومیکرون در خونسا کردن اثرات آنتیبادی بهتر از سایر گونه های کرونا عمل می کند دیده نشده است. همچنین بر اساس تحقیقات محققان بریتانیایی درباره ترکیب واکسن های کرونا، کسانی که واکسن های آسترازنکا یا فایزر را به عنوان نخستین دوز تزریق می کنند و پس از 9 ماه با آنها واکسن مدرنا تزریق می شود، ایمنی بالاتری در برابر کرونا پیدا می کنند. استفاده از درخت مایع برای تولید اکسیژن خالص. محققان صربستانی برای کاهش آلودگی هوا به ابتکار تازه‌ای دست دادند. محققان دانشگاه بلگراد نوعی دستگاه تصفیه هوا موسوم به درخت مایع توسعه دادند که میتواند اکسیژن خالص تولید کند. این درخت مایع با نام لیکوید 3 در مناطقی از شهر قرار میگیرد که در آنها به علت نبود فضای کافی امکان کاشت درخت وجود ندارد. لیکوید 3 از محفظه‌ای با گنجایش 600 لیتر آب تشکیل شده که جلبک‌های موجود در آن با فتوسنتز اقدام به تولید اکسیژن خالص می‌کنند. لیکوید 3 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از 11 طرح نوآوران در پروژه های توسعه شهری شناخته شده است. روشی جدید برای درمان دیابت نوع 1. نتایج آزمایشات بالینی یک درمان جدید برای دیابت نوع 1 موفقیت آمیز گزارش شده است. این نوع درمان شامل دستگاهی حاوی سلول های بنیادی است که درون بدن قرار می گیرد و در نهایت این سلول ها به سلول های سازنده انسولین تبدیل می شوند. کاشت آزمایشی این دستگاه در بدن بی خطر گزارش شده و بهبودهای بیشتر آن می تواند یک درمان کاربردی پیش روی افراد دچار دیابت نوع 1 قرار دهد. دستگاه یاد شده با جبران کمبود سلول های تولید کننده انسولین در بدن بیمار سطح قند خون را متعادل نگه می دارد. اثبات فرضیه وجود حالت جدیدی از ماده. دانشمندان آمریکایی برای نخستین بار توانستند حالتی غیر معمول از ماده را ببینند که فرضیه وجود آن حدود 50 سال پیش مطرح شده بود. این حالت از ماده که مایه اسپین کوانتومی نام دارد می تواند در نهایت به ارتقای کامپیوترهای کوانتومی کمک کند. در حالت مایه اسپین کوانتومی سرد شدن یک ماده باعث به وجود آمدن حالت جامد در آن نمی شود و الکترون ها نیز برخلاف معمول به شکل منظم به حالت ثبات نمی رسند و در یک حالت پیچیده کوانتومی دائما جابجا می شوند. کشف خاصیتی جدید در هسته انگور. تحقیقات جدید دانشمندان چینی نشان می دهد وجود ترکیبی طبیعی در هسته انگور باعث از بین رفتن سلول های فرسوده بدن می شود که نقش مهمی در روند پیری ایفا می کنند. آزمایش نقش ترکیب موجود در هسته انگور با نام PCC1 روی موش‌ها نشان داد این ماده می‌تواند عمر موش‌های پیر را تا بیش از 9% افزایش دهد. تأثیرات ضد پیری این ماده همچنین روی بافت‌ها و اندام‌های مختلف موش‌های پیر دیده شد. این نتایج نشان داد که هدف قرار دادن سلول‌های فرسوده بدن می‌تواند راه حلی مؤثر در جلوگیری از روند پیری داشته باشد. با بالا رفتن سن، تعداد سلول‌های فرسوده افزایش پیدا می‌کند و این اتفاق با بروز بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2 و پوکی استخوان در ارتباط است.